دختری از ایران، خاطرات خانم ستاره فرمانفرماییان، قسمت 60. مسافتی که دیروز به سبب ازدحام جمعیت در مدت 1.5 ساعت پیموده بودم فقط حدود 45 متر بود. آقای کاظمی که به نظرم می رسید با شنیدن درخواستم آسوده شده، مؤدبانه گفت: هر طور میل شماست، فقط قبل از خداحافظی خواستم مطلبی به شما بگویم. و سپس از ترس اینکه مبادا نگهبانها صدایش را بشنوند آرام تر گفت: وقتی آیت الله طالقانی شفاعت شما را می کردند من هم حضور داشتم. ایشان گفتند دانشجویانی که شما را دستگیر کردند اراذل و اوباشند، به این ترتیب معلوم نیست بار دیگر نیز بتوانید از دست آنها بگریزید. حالا که آقای اشرفی شما را تبرئه و آزاد کرده است، به نفع شماست کشور را ترک کنید. من مطمئنم که آقای طالقانی نیز مایل بودند کسی این پیام را به شما برسانه. به نفع شماست خانم که از ایران برین. دفعه دیگه خدایی نکرده شاید آیت الله طالقانی نباشند که شما رو نجات بده. سپس برگشت و به سمت زمین ورزش مدرسه رفت. من پایم را از در اصلی مدرسه بیرون گذاردم، از کوچه عبور کردم و به خیابان رسیدم. از اینکه بالاخره اسم این مرد را می دانستم خوشحال بودم. هوا تقریبا روشن شده بود. کمی آن سوتر کیوسک تلفنی را دیدم. سرم به شدت درد می کرد و چشمانم به زحمت می دید. هرچند دیگر حالت تهوع نداشتم، اما خستگی مفرطی احساس می کردم. از ترس اینکه پیش از تماس با خانوادم از حال بروم، باقی مانده نیرویم را به کار بردم و خود را کشان کشان به کیوسک تلفن رساندم. در را بستم، به دیواری آن تکیه دادم و مشغول جستجوی سکه در کیفم شدم. نباید به داداش صبار تلفن می‌کردم، چرا که او اتومبیل نداشت. تلفن کردن به خواهرم جبی نیز درست نبود، چرا که شوهر بازنشستش حالا حتما در خواب بود. تصمیم گرفتم به خورشید و همسرش کیوان زنگ بزنم. آنها در همسایگی صبار بودند و می‌دانستم کیوان کارمند شرکت نفت است و حالا زمانی است که باید در حال آماده شدن برای رفتن به اداره باشد. با این امید که هنوز از خانه خارج نشده شماره‌اش را گرفتم. با اولین زنگ تلفن خورشید گوشی را برداشت و با شنیدن صدای من فریادی از خوشحالی کشید و گفت تمام اعضای خانواده سراسر دیشب را چشم بر هم نگذاشتند. اسم تقاطعی را که در آن بودم به او دادم. گفت به اتفاق کیوان در کمتر از 1 ساعت خودشان را خواهند رساند. گوشی را روی تلفن گذاردم. در خیابان جایی برای نشستن نبود. داخل همان باجه تلفن نشستم و دعا کردم برای مدتی کسی نیازمند تلفن نباشد و به این باجه مراجعه نکند. اما ذهنم آرامش نداشت. گویی هنوز روی جعبه مهمات نشسته بودم. آزادیم به اندازه‌ای غیر مترقبه و ناگهانی بود که هنوز نمی‌توانستم باور کنم دیگر داخل آن چادر نیستم. به اتهاماتی که به من زده بودند فکر می‌کردم و ذهنم مشغول یافتن جواب‌های بهتری برای رد اتهامات بود. بارها و بارها پرسش‌های اشرفی را پیش خود مرور کردم. انگار با این کار می‌خواستم نسبت به تجاوزی که به حقوقم شده و به بهای نابودی تلاش و کوشش‌های عمرم تمام می‌شد اعتراض کنم. روز و شب وحشتناکی را پشت سر گذارده بودم. انگار انفجار نور عظیمی چشمم را کور می کرد و وقتی آنها را باز می کردم حقیقت شگفت‌انگیزی را مشاهده می کردم و گویا کسی مرا به قله کوهی برده بود و در یک روز درخشان و آفتابی همه چیز را از آن بالا با وضوح و روشنی کامل می دیدم. هرچند غالباً از پذیرش این واقعیت طفره می رفتم، اما عقلم می گفت تمام آنچرا که در طول سالها فعالیت اجتماعی ساخته بودم در کمتر از 24 ساعت نابود شده است. حالا
با وضوح تمام می دانستم در تمام این مدت فقط خودم را فریفتم، زیرا خواسته بودم چیزی را دگرگون کنم که امکان دگرگونی نداشت. انقلاب و سرنگونی رژیم شاه موجب شده بود هر کسی ذات واقعی خود را نشان دهد. می اندیشیدم که چقدر ما ایرانیان به درویی، خیانت، ظاهرسازی و توطئه‌گری عادت کرده ایم. با تلخی می اندیشیدم که ما ایرانیان پیوسته فاقد نظم و قانون و تنها به فکر جان به در بردن از طوفان حوادث تاریخ بوده ایم و من تا چه حد احمق بودم که در طول این سالها کوشیدم شخصیت برخی از این مردم را عوض کنم و به آنها وفاداری و مسئولیت بیاموزم. معلوم شد در تمام این مدت خود را فریب و عمرم را برباد داده بودم و به مهمترین و اصلی ترین حقیقت اجتماعی خودمان توجه نداشتم که ما پیوسته در برابر زور و زورگو سر تسلیم فرود آورده ایم. دم را غنیمت دانسته ایم و به دنبال شخصی روانه شده ایم که به ما وعده و وعید بیشتر داده است. زندگی در میان چنین مردمی صحت آن ضرب المثل قدیمی ایرانی را ثابت می کرد که می گوید کس نخارد پشت تو جز ناخون انگشت تو. چنان که انتظارات من از دیگران حماقت محض از آب در آمده بود. در طول زندگی هرگز بدون دلیل اطمینانم را از کسی نبریده بودم، مگر عملا ثابت شده بود که شایسته اعتماد نیست. مگر همین شاگردان من که حالا فرصت طلبی و کینه کشی می کردند همان کسانی نبودند که مرا در جذب حمایت های حسین علا، ملک فرح و یا شهردار تشویق می کردند. اینک برای مسلم بود که آنها این حمایت ها و تشویق ها را نه برای پیشرفت مدرسه و مقوله مددکاری، بلکه برای برداشتن لقمه بزرگتری برای خودشان می خواستند. در آن لحظات خشم و دلسردی با خود می گفتم همان روزی که آن زن گدا با احساس و عواطف مادرت بازی کرد و سرش را کلاه گذارد، باید به این واقعیت پی می بردی که افراد این جامعه جز به ادامه حیات خیش نمی اندیشند و بوی از وفاداری نبردند. با این همه پشت کردن به همه چیز دشوار بود، زیرا اگر من کنار می کشیدم امثال اشعری و دار و دستش جای مرا می گرفتند و دانسته و آگاه دست آنها را باز گذارده بودم تا آینده مددکاری در ایران را به هم بریزند. چگونه ممکن بود به مدرسه بازگردم که روز گذشته به وضوح نشان داده بودند مرا نمی خواهند؟ چگونه می توانستم فریادهای تایید آمیز الله اکبر را که از حنجره بهترین شاگردانم برمی خواست فراموش کنم؟ آنها شایسته همون اشعری و اعمال و اقدامات او بودند و برای من که هرگز در زندگی از کسی درخواستی نکرده بودم، بازگشت با مدرسه دیگر میسر نبود. من جنگی را باخته بودم که آغازگر و ادامه دهنده آن دیگران بودند. من مبارزه را به تاریخ اجتماعی ملتم و به خصلت‌های آنها باخته بودم. در راه بازگشت به خانه خورشید برایم تعریف کرد که پس از تلفن احمد مصدق، سبار و جبی به تقلا می افتند و با تشویش تمام فوراً با وکیل خانواده تماس می گیرند و از او کمک می خواهند و از آنجا به مدرسه می روند. از دانشجویان پرسجو می کنند و در نهایت یکی از آنها خلاصه ماجرا را برایشان باز می گوید. خورشید اضافه کرد به رغم تلاش فراوان آنها نتوانستند اطلاعات بیشتری کسب کنند و در همین حین خبر وحشتناک دستگیری یکی دیگر از فرزندان پسر شازده که کارمند دولت بود به آنها میرسد. از سرنوشت او هنوز کسی خبری ندارد. از آنها خواستم جلوی منزل جبی توقف کوتاهی کنند تا خواهرم با چشمان خودش ببیند که زنده و سالمم. پس از این دیدار به منزل خورشید در رضوانیه رفتیم. قبلا یکی از اتاقهای خانه‌اش را برای من آماده کرده بود. به محض رسیدن به میترا تلفن کردم. می‌خواستم صدایش را بشنوم. می‌دانستم که از طریق خانواده خبر دستگیری مرا شنیده است و لازم بود خاطر جمع شود جان سالم به در بردم. چون لازم نبود نگران تر شود، جریان بازجویی را برایش تعریف نکردم و فقط به صورت خلاصه گفتم که ماجرا چیزی جز یک بازداشت ساده و چند پرسش و پاسخ معمولی نبوده است.
پس از آن دوش گرفتم و سوپ داغی که خورشید برایم پخته بود مقداری خوردم. بعد داداش صبار سر رسید و پشت سر او عمه ها، خاله ها و بچه هایشان، عموزاده ها، دایزاده ها، خواهرزاده ها و برادرزاده ها آمدند. با دلنگرانی تمام در چشمانم نگاه کردند و در اطرافم پلکیدند تا بیشتر مطمئن شوند که آسیبی ندیدم. پس از رفتن آنها کوشیدم چرتی بزنم، اما هنوز از نظر روحی و روانی به حال اول باز نگشته بودم و شدت عصبانیت و خستگی به خواب نمی رفتم. حال ما دیگر نگران کل اعضای خانواده بودیم. پس از مدت‌ها تردید بالاخره ریسک کردم و پایم را از خانه بیرون گذاردم و برای صرف نهار به منزل قفار رفتم. او معتقد بود هیچ یکی از ما جرمی مرتکب نشده ایم و آزارمان حتی به مورچه هم نرسیده است. اگر تو را که این همه برای مملکت دل سوزانده ای دستگیر کردند، پس خدا به داد بقیه ما برسد. چون تک تک ما در خطر دستگیری بودیم، به این نتیجه رسیدیم بهتر است به گلندوک بر نگردم، چرا که ممکن بود باغبانم از این فرصت سوء استفاده کند. در خانه خورشید ماندم که امنیت بیشتری داشت. کار به جایی رسیده بود که حتی جرأت نداشتم به خانه خودم که در چند قدمی خانه خورشید بود بروم، زیرا باغبانم به پشت گرمی پسرش که در کمیته محل عضو شده بود، به محض آگاهی از دستگیری من کلیه متعلقات و دارایی آن خانه را به نفع خود مصادره کرده بود. هنوز از ضربه حادثه گیج و منگ بودم و تا مدتی تصور می کردم کابوس دیدم. احمد و غلام فرزندان مصدق برای احوال پرسی در روز چند بار تلفنی با من تماس می گرفتند و دوستان و بستگان دیگرم نیز مدام به من سر می زدند و اخباری از خود و بستگانشان به من می دادند. با وجود این همچنان احساس ناامنی می کردم. از عدم اعتماد و نیز بی‌علاقگی نسبت به همه چیز لبریز بودم و شدت نگرانی و احساس ناامنی هر لحظه قبض روح می شدم. علت تمام اینها حوادث آن یک شب و روز بود. منزل خورشید نزدیک خیابان قرار داشت و هرگاه صدای نزدیک شدن غریبه‌ای را می شنیدم دچار هراس می شدم. احساس می کردم که در شناخت انسانها دچار اشتباهات فاحشی شدم و به طور جبران ناپذیری به خطا رفتم. از دیگران می ترسیدم و جز اعضای خانواده‌ام بقیه را دشمن می دانستم. دیدگاه و عقیده‌ام نسبت به آدم‌ها و دنیای پیرامونم یک شبه از هم پاشیده بود. گمان می‌کردم جهان پیرامون من سردتر شده است. به حدی حساس و زودرنج و ضعیف و ناتوان بودم که از عهده کارهای شخصی خودم هم بر نمی‌آمدم و حتی از تلفن هراس داشتم. انتقام‌جویی دانشجویان و اتهاماتی که بر من بسته بودند وجودم را مملو از ترس و وحشت و ناباوری کرده بود. اسیر کابوس بودم و می ترسیدم یکی از آنها از آدرس خانه خورشید آگاه شود، به سراغم بیاید و بار دیگر مرا نزد خمینی ببرد. به کارکنان قبلی مدرسه و حتی به منشیم استر نیز بدگمان شده بودم. مدام با خودم ستیزه می کردم که چرا بهترین سالهای عمرم را صرف رسیدگی به احوال کسانی کرده بودم که ذره‌ای به زندگی من اهمیت نمی‌دادند. فداکاری‌هایی که در طی این سال‌ها برای حفظ و ثبات مدرسه و همچنین توسعه و رواج رشته مددکاری اجتماعی انجام داده بودم، اینک در نظرم احمقانه می‌آمد و مقصر آن را نیز تنها و تنها خودم می‌دیدم که بهترین سال‌های عمرم را برای آدم‌هایی تا این حد بی‌ارزش تلف کرده بودم و برای اینکه بتوانم به مردمی که عاشقانه دوستشان داشتم بهتر خدمت کنم، حتی از تشکیل مجدد خانواده منصرف شده بودم. راستی که ابله بزرگی بودم. گاه از خودم می‌پرسیدم کدام قسمت از راه و کارم اشتباه بوده است. چیزی که بیشتر عذابم می‌داد این بود که شاید اتهامات آنها همگی حقیقت داشته است. شاید هم واقعا با شاه همکاری کرده بودم و مستحق اعدام بودم. این حقیقت داشت که در بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم و حفظ بهداشت آنها مؤثر بودم، ولی این هم درست بود که در موارد متعدد برنامه‌های اجتماعی موازی با حکومت شاه را پیش برده بودم
و برای بازماندن در مدرسه‌ام هر گونه حرکت اعتراضی دانشجویانم را کنترل کرده بودم. در این لحظات به این نتیجه می رسیدم که تمام طول زندگیم با اشتباه توأم بوده است. از افراد خارج از خانواده منزوی شده بودم و احساسم این بود که همه از من می گریزند. هرچند تا مدتی چند نفری ارتباط خود را با من حفظ کرده بودند و مثلا چند روزی پس از آزادیم زمانی تماس گرفت و جویای احوالم شد. می دانستم او کارمند وزارتخانه است و تماس با من ممکن است برایش گران تمام شود. برای لحظاتی تحت تأثیر بی‌پروایی ها و توجه صادقانه او قرار گرفتم. از خودم می پرسیدم چطور به او اعتماد نکنم و بعد دچار شک می شدم که مبادا او مأمور کسی است تا از زیر زبان من مطلبی بیرون بکشد و به بهانه آن دوباره زندانیم کنند. به همین جهت مکالمه با او را مختصر برگزار می کردم و پس از تشکر می خواستم که خودش را به زحمت نیندازد. از یاد نمی بردم که همسر او شاهد دستگیری من بود و شاید حالا بر سر موضوع تماس شوهرش با من جر و بحث نیز می کند. با وجودی که چهره های افراد حاضر در سالن مدرسه به مرور از ذهنم محو می شد، اما هنوز چهره همسر زمانی را در آن لحظه کاملا در خاطر داشتم. تقریبا همزمان با زمانی استر تماس گرفت و بدون در نظر گرفتن وضعیت خطیر من و اینکه ممکن است تحت نظر باشم، اصرار کرد به همراه مینو و 4-5 نفر از فارغ التحصیلان مدرسه به دیدارم بیاید. بالاخره و با اصرار آمدند و تعریف کردند که بسیاری از معلمان مدرسه هم در همان روز دستگیری من بازداشت شدند. اشعری و اعضای گروه او وابسته به گروه های دست چپی هستند و زیر نظر یکی از معلمان مدرسه که از فارغ التحصیلان قدیمی ماست کار می کنند و در حال حاضر هم مدرسه در اختیار آنهاست. اما شاگردانم در آخرین جلسه شورای مدرسه یکی از معاونان مرا به ریاست انتخاب کردند. او همچنین اضافه کرد که حالا تمام اموال مدرسه، اتومبیل، مبلمان و میز کارم که سخت به آن دل بسته بودم و قفار در روزهای آغازین فعالیت مدرسه به من هدیه کرده بود و کتابها و تابلوهای نقاشیم را تصرف کردند و اضافه کرد 2 روز پس از دستگیری من آقای به نام اشرفی آمده دانشجویان را در مدرسه جمع کرده و گفته است که نماینده خمینی است و می داند که امام بی نهایت از رفتار دانشجویان ناراحت است و دستور بازگشت شما را به مسئولیت سابقتان صادر کرده. اشعری و دار و دستش جرأت نکردند چیزی به اشرفی بگویند. استر، مینو و دیگران اصرار داشتند به کار بازگردم و معتقد بودند بدون حضور و فعالیت من این حرفه در ایران خواهد مرد و عقیده داشتند چون دستور بازگشت شما را شخص خمینی صادر کرده پس هیچ خطری متوجه شما نیست. در سکوت توصیه های آنان را می شنیدم و نسبت به مطالبی که می گفتند احساس بی‌علاقگی می کردم. من فقط در اندیشه حفظ جانم بودم و به خود می گفتم اینها چند ماه اخیر پشت درهای بسته و در خانه هایشان بودند. آنها لباس های خونین آویخته از درخت را ندیدند. آنها شاهد مردمی نبودند که پشت در کوچک حاجی دولابی بلا تکلیف ایستاده بودند. آنها صدای شلیک گلوله ها را از پشت بام مدرسه علوی نشنیده بودند. من می دانم که پشت بام مدرسه علوی محل اعدام افرادی چون ارتشبد نصیری بود که قبل از مرگ چنان گلویش را فشرده بودند که نمی توانست حرف بزند. آنها نمی توانستند احساس مرا درک کنند. از این گذشته و از کجا معلوم که خود آنها مأمور به دام انداختن مجدد من نبودند. با این اندیشه ها پاسخ دادم که از دیدنشان خوشحالم و محبتشان را فراموش نمی کنم، اما از آنجا که دانشجویان دستگیر کننده من شخصا برای اظهار ندامت و عذرخواهی نیامدند و شاگردانم از من نخواستند دوباره به کارم برگردم، پس ضمانت خمینی موجب نمی شود که با پای خود به قربانگاه بروم. روز بعد ذبیح با چشمان اشک‌آلود به دیدنم آمد و دوربین و کیف و دیگر وسایلم را
که روز دستگیری از ماشینم برداشته بود تحویل من داد. با مشاهده او من هم گریستم. از او کاملا مطمئن بودم و می دانستم که فقط برای آوردن وسایلم آمده و حتی با این کار موقعیت شغلیش را به خطر انداخته است. پس از او حسین و آشپزمان هم آمدند. این فقیرترین کارکنان مدرسه با رفتن من بیشترین آسیب را دیده بودند. حسین می گفت که تمام کارکنان از این به اصطلاح دانشجویان انقلابی متنفرند، ولی احساساتشان را از ترس علنی نمی کنند و تنها فردی که جسورانه در مقابل آنها می ایستد باغبان پیر مدرسه است. او آشکارا اشعری و دار و دستش را به تمسخر می گیرد و می گوید شما به خودتون میگین مرد، برین مردونگی رو از خانم فرمان فرماییان یاد بگیرین. این گفته حسین برای اولین بار پس از دستگیریم مرا خنداند. بالاخره قوای از دست رفتم را دوباره به دست آوردم و با خود گفتم باید درباره آیندم چاره بیاندیشم. به یاد توصیه آیت الله طالقانی برای ترک کشور افتادم، اما هنوز آمادگی این کار را نداشتم و نمی توانستم خودم را برای این کار راضی کنم. به خود می گفتم فعلا می توانم با آپارتمان میترا منتقل شوم و از حقوق بازنشستگی و اندک سود سرمایه گذاری هایی که اینجا و آنجا داشتم زندگیم را بگذرانم. شاید در آینده دولت توانست مانع ادامه هرج و مرج ها شود و نظم و قانون را دوباره برقرار کند. در آن زمان می توانستم به تدریس و سخنرانی در محافل و مجالس علمی بازگردم و بقیه عمرم را در کنار خانواده آرام بگیرم. اما از آنجا که هنوز یکی از برادرانم در بازداشت بود و از سرنوشت او اطلاعی نداشتیم، ترجیح می دادم تا بهبودی اوضاع در همان مکان بمانم.